راه با علی رزا میبودی درود بر شما امیران از جرجوان امروز دوشنبه 29 ژانویه است نهم بهمن ماه خانم فروزه برنامه را هدایت میکنه صدای ما از رادیو همراه پخش میشه در مملکت ما حکومتی بر سر کاری که علیه انسانیت و صلح و دوستی قیام کرده شاهزاده رضا پهلوی میگه این اعلان جنگ علیه مردم ایران و جهان چهار ایرانی رو در ایران میکشه حکومت سه آمریکایی رو در اردن و اما حال همه ما خوب نیست حرفهای فیون هیل کارشناس امنیتی است استاد آکادمی رابین راش در بلدین میگه ولادمیر پوتین میخواد در قدرت بمیره مهم نیست چگونه مهم اینه که وقتی میمیره در رأس قدرت باشه همین وضعیت رو علی خامنه ای پیدا کرده در ایران این اعدام چهار زندانی سیاسی کرد که هیچ کاری نکرده بودن هنوز <تصفح> کاری انجام نده بودن در ایران با حیرت و اندوه مردم روبرو شده دیدم در, در سطح جهانی هم, هم ها خیلی شدید نسبت به جمهوری اسلامی آمریکا میگه ما پاسخ سختی میدیم به جمهوری اسلامی به خاطر کشتار سه سرباز آمریکایی در اردن امروز همینان با کارشناس مطالعات امنیتی هم خواهیم بود آقای عرفان قانعی فرد عزیز در همین منزل بعد از گزارش ها و خبرها با ایشون هستیم پرسش ما درباره اون بقایی است که در خاور میانه رخ داد اتفاقاتی که وضعیت رو خیلی متشنج کرد در جامعه ایران هم که بس در جامعه خود ما در بین اپوزیسیون و همینطور در ایران این مفهوم رهبری خیلی دوباره خیلی توجه ایرانی ها رو جلب کرده شاد بشه گفت پیشگاه مفهوم رهبری در میان ما ایرانی ها این همه توجه برانگیز نبوده یعنی جامعه میخواد بلند شه بدوه منتظر یه نفر سوت سوت حرکت رو سوت آغاز حرکت رو به صدا در بیاره حق هم دارم هیچ حزبی پا نمیگیره مگر اون یعنی که رهبری در نوکش قرار بگیره حرم رو تشکیل بده اصل رهبری حتی از اصل تفکیک ناپذیر در طبیعت تب... در نهادهای اجتماعی اگر رهبری نبود بسیاری از گونه های ایوانات منقرض شده از بین رفته بودن بنابراین واقعا مهمه واقعا موضوع خیلی مهم است خب اجازه بدید که یک کار درخشان رو گوش کنیم با هم برای ما فهم گیریم هم یعنی نجرجمند همین که من دارم با شما صحبت می کنم جلسه امنیتیست در کاخ سپید که باید با جمهوری اسلامی چی کرد آقای قانون درود بر شما از ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز در هر کجا که صدای ما رو میشن هنوز خبرش در بیرون درس نکرده تا جایی که اجلاس. من بدونم جلسه صبح ساعت حدود یازده و نیم صبح به وقت واشنگتن تمام شده عقیدهشون بر این بوده که به صورت خیلی چیز به ایران جنگ رو رو نخواهد شد ظاهر قضیه ام. حالا جلسه ام. بعد از ظهر به چه صورتی میره هنوز معلوم نیست شالبه اما میخوام از شما بپرسم گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در اردوز سه آمریکایی رو کشتن همه ما میتونیم که هیچ سودی برای جمهوری اسلامی نمیشه متصبر شد برای این اقداماتی که داره انجام میده چون عملا در دیگه به روی آمریکا بست که بازگشت به برجام وجود نداره و نشستن پشت میز برای گفتگو با آمریکایی ها همه اینها دیگه به نظر دورش تعطیل شد خب روز به روز داره اوضاع آشفته تر میشه فشارها رو خود حکومت هم بیشتره دستش هم داره تنگ تر میشن نگاه کنید به قیمت دلار و این وضعیت آشفته مواد غذایی و دارو در ایران میخوام از شما بپرسم فکر میکنید چرا جمهوری اسلامی متوسط به اعمالی میشه که به صورت چم تمام نمیشه چهار عامل هست توی روابط بین که این چهار عامل مؤثر هست در افتادن رژیم ایران یکیش مرگ خامنه ایه یکیش تهدیدات داخلیه سومی بازار آزاد جهانیه که خب با وضع این اقتصاد اصلا غیر ممکن هست و چهارمی جنگ هست یعنی چهار عامل هست که رژیم تهران رو به فروپاشی نزدیک میکنه اما چند مورد هست که آیا خب امریکا حمله میکنه یا نمیکنه اون چیزی که فهم شخصیم هست به عنوان یک آدم بین افراد دیگه ای که معلم یه رشته هستم و اخبار رو دنبال می کنم اینه که آیا حمله موضعی به برخی پایگاه های نظامی ایران در داخل کشور هست مثلا تأسیسات سپاه در مثلا دشت سمنان یا دومی موضع ایران در مثلا لبنان، سوریه، عراق و غیره و سومی در دریای سرخ و خلیج فارس بخوان ایران رو به عقب برگردونن چون امنیت اونجاها برای جهان مهمه و چهارمیش هم بیعمل باشن یعنی نگاه بکنن به خاطر انتخابات کاری انجام ندن و وارد جنگ ام. نشن این چهار تا سناریو رو من میبینم در پیش روی ایران و امریکا اما حدث ذهنیم اینه, ام. اینه که ذهنیم اینه که شخصا تصورم بر این هست که برخی مواضع نظامی ایران رو خواهند زد چرا چون جمهوری زد. بله جمهوری اسلامی به دنبال این هست که حیمنه امریکا رو زیر سوال ببره سلطه جهانی امریکا رو زیر سوال ببره و یه عباطیلی که در فرهنگ خومینیسم وجود داره که مثلا ما فرهنگ اسلام هستیم و غیره و نیروهای نیابتی هم اینکه متاسفانه برخی افراد دستگاه تبلیغاتی رژیم چه در داخل کشور و حتی چه در رسانه های خارج از کشور دارن تبلیغ میکنن و حرف وزیر اطلاعات رو تکرار میکنن که نیابتی ها خودسرن از تهران دستور نمیگیرن و خودشون به تشخیص خودشون میخوان کاری رو انجام بدن اگر شنونده های ما مراجعه بکنن به صحبت های خطیب اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات که در خبرگزاری های فارس تسنیم ایسنا ایرنا و غیره منتشر شده همین امروز ایشون میگه که این اراده جهادگری مسلمین هست مشابه پیغمبرشون در جنگ با کفار که حالا من نمیدونم ایشون تلفنی با خدا حرف زده آخه مثلا کدوم کفار بعد مثلا یک مسیحی کافر محسوب میشه ایشون مسلمان محسوب میشه و کدوم اراده جهاد جهاد یعنی چی یعنی عملیات مم. تروریستی متاسفانه همین رو شما در لندن میشنوید از زبان برخی افراد در لس آنجلس هم میشنوید از زبان برخی افراد ولی در عالم واقع این نیست در عالم واقع اینه که جمهوری اسلامی اراده جنگ و به چالش کشیدن اسرائیل و امریکا رو داره توان رویا روی جنگی نداره و از تروریسم اسلامی استفاده میکنه و این آغاز جنگ با ایران نیست آغاز جنگ با حکومتی است که بر ایران داره حکمرانی میکنه اما قواعد بین رو رعایت را نمیکنه به نظرم این چهار نکته بود که خواستم عرض کتاب دی بلک شببات نوشته آقای عرفان غالیف اوست و درباره اینکه اسرائیل هدف عملات تروریستی است کتابی در در دویست و و در 300 صفحه همین امروز منتشر شد بر پیشخانه کتاب فروش است و اجازه بید که از بازار آیا یا برو کنیم برگردیم این حرف زیبا کلام هم شنیده نیست میگه شما یک جاهایی به حکومت میگه سورتان به مردم نمیرسد دین برای حکومت نیامده تمام حکومت های دینی در طول تاریخ ناموفق بودند من هم اعتقاد داشتم که اسلام آمده حکومت کند اما حالا بعد از 47 هفت سال وقتی مقایسه میکنم میبینم تو این چهل و چهار سال مالزی کجا بود ما کجا بودیم حالا مالزی کجا هست ما کجا مانده ایم یا سنگاپور یا کره و ب اینم این بعدم حضورت که کنم هم یک خبری هم بود که خب صدای ما از رادیو همراه پخش میشه همین را نجر که وارد گفتگو بشیم با آقای ارفان قانعی فرد ارفان قانعی فرد کارشناس مطالعات امنیتیست خب آقای یه خبرهایی الان از درون کاخ سفید به بیرون درس پیدا کرده به نظر میشه بالاخره امریکای کاری میخوان بکنه نیست؟ ارز کنم که این شبکه های خبری امریکا مثلا سی ان ان یا سکای نیوز عقیدهشون بر اینه که دستور حمله به به اصطلاح مواضع ایران در خاور میانه احتمال صدورش خیلی بالاست ام. و از اون طرف هم مثل اینکه رویترز گفته که احتمالا برخی اهداف نظامی رو در داخل ایران به اصطلاح مورد هدف قرار میده من یه توصیه دوستانه دارم برای هموطنان جمهوری اسلامی همیشه میاد در هر جایی که در تنگنا قرار بگیره خودش رو در پشت ناسیونالیسم ایرانی پنهان میکنه و میشه ایران ولی در عالم واقعی اینا میگن امت اسلام جهان اسلام و غیره اگر فرض بفرمایید به یه کارخونه یا به یه موزه نظامی یا یه تولید موشک یه چیزی در یه شهری روستایی در جایی در ایران حمله شد درست آب و خاک ماست درست مثلا حتی یک نگهبانی سپور هم کشته بشه هموطن ماست ولی سپاه کمترین خدمتی به آب و خاک ما نمیکنه جمهوری اسلامی کمترین خدمتی به مصالح و منافع ملی ایران نمیکنه پس بنابراین فریب برخی رسانه ها رو نخورن که آی حمله شد به ایران آغاز جنگ با ایران نه این یک نوع رویارویی است با حریفی که حریف ترسوست و در این حال از انواع حق بازی استفاده میکنه برای شعله کردن آتیش جنگ تنها ابزاری هم که در دستش هست تروریسم اسلامیه مثلا شما نه در نظر تکنولوژی حریف ناتو میشه نه از نظر به صلاح نظامی حریف سرباز امریکایی میشه ابدا فقط تنها چیزی که در دستش هست گروه های تروریستی است که با این آتیش جنگ رو شعله ور بکنه اینها هستند که چون مردم 18 بار در طی 45 سال خواستن اقدام کردن علیه حکومت مرکزی ولی نتونستن حکومت مرکزی رو شکست بدن به نام دلایلی در نتیجه این بار جنگ با ایران نیست جنگ با جمهوری اسلامی است که ترکیبی از ملایان جنایتکار و عواملشون و عناصرشون پس بنابراین این توصیه رو من به شنونده هامون در هر جا هست دارم که به اصطلاح حساب ایران رو از, جمهوری اسلامی جدا بکنیم خب توجه بچه که نیروهای نیابتی رو تو انجام دادن احتمالا ممکنه که حالا اگر قصد قصدشون زدن موازه سپاه باشه شد مثلا چشتی های سپاه رو تو آبهای های یا موازه در نواحی ساحلی مورد حمله قرار بدن یعنی وارد خاک ایران نشن عملا یکی یکی هم اینکه به شکلی شادم جمهوری اسلامی اینطوری که برخی نظر میده جمهوری اسلامی داره کمک میکنه به اینکه جو تازه در آمریکا پدید بیاره در تغییراتی در فضایی که دیمو... انتخابات در اینجا ایجاد کرده و برخی هم در آمریکا بعدشون نیاد از این اتفاقی که افتاده چون بالاخره یه جنگی درگیری نظامی خیلی میتونه در انتخابات مؤثر باشه فضای انتخابات میتونه تغییر بده نیست عرض کنم به ناب زندگی 21 دو سالم در داخل امریکا از دوران دانشجوییم تا الان یک نکته هست و اون اینه که جمهوری اسلامی سه بار دموکرات ها نجاتش دادن در درجه اول خیانت به شاه فقید ایران بود و خنجر فرو کردن از پشت به شاه فقید توسط جیمی کارتر رئیس جمهور رسوای امریکا به عبارتی بدنام ترین رئیس جمهور امریکا دومی در ایامی بود که بعد از انتخابات رسوای احمدی نژاد ملت ایران به پا خواست و خواست از حق رأی خودش دفاع بکنه چون رو دست خورده بود ملت ایران اراده ملت ایران به تغییر رو بازیچه و مزحکه قرار داده بودن ملاها ولی رئیس جمهور بعدی که کارتر دوم هست اوباما اومد به جای حمایت از حرکت آزادی مردم ایران در اون انتخابات حالا من کاری به این سبز بود و اون بنفش بود ندارم مردم اعتراض کردن برای حق رای خودشون و کشتم هم دادن در اونجا اومد نامه نگاری و نامه فدایت شما برای خامنه ای نوشت به جای اینکه و بعدها همین یکی دو سال پیش بود او با عذرخواهی کرد که خودی که بی فایده از و تنها موفقیت سیاست خارجی اوباما یک چیز بود و اونم یک امضای افتان و خیزان و شلو لرزان به اسم برجام که بی معنا هیچ دستاورد دیگه ای نداشت انظر چه روابط بین ملل چه انظر مطالعات امنیتی سومین شخص که دوست داره خودش سیاست خشنود کردن ملا رو در پی گرفته به قیمت قربانی کردن اقتدار امریکا اونم کارتر سوم یا بایدن هست بایدن در زندگی حرفیش برای آپارتاید کلی تلاش کرد سناتوری بود که چندین بار به افریقای جنوبی رفت برای آپارتاید در امریکا چندین سخنرانی بی انجام داد حتی در چند دانشگاه کنفرانس داشت راجع به این موضوع از فروپاشی و کمونیسم خیلی خوشحال بود اقدام کرد ولی من موندم که این شخص با همین مختصات و مشخصات چرا در برابر تروریسم اسلامی خفه خون محض گرفته و نه تنها اون بلکه خوشحاله که احترام هم بگیره به تروریسم اسلامی خب چه سودی براش هیچ سودی عملا نداره ولی سودش شاید بر این باشه که رژیم جمهوری اسلامی منافع و مصالح دموکرات ها رو تأمین میکنه تنها چیزی که به ذهن متبادر میشه همینه و در عالم واقعیت آخه من نمیفهمم واقعا آیا تروریسم اسلامی خطرناکتره برای بشر یا آپارتاید یا کمونیسم خب عملا تمام شنونده ها با من هم عقیده هستن که تروریسم اسلامی ولی متاسفانه بایدن نقش فلج رو بازی کرد که حالا امیدوارم از آتیش شعله ور شدن جنگ هیچ انسان منطقی خوشحال نیست ولی امیدوارم که تغییر رژیم رخ بده و مردم ایران ایران رو نجات بدن از آتیش جنگ چون در جنگ نقل و نبات پخش نمیشه هرچی هست باروت گلوله است دود آتیش و امیدوارم که مردم ایران دامنگیر این مرداب نشن من به نام نوشه ایالات متحده آمریکا به اندازه به اوکراین اسلحه میده که اوکراین دست بالا رو نسبت به پوتین پیدا نکنه بعد خودش خود اشپیگل به کارشناس اشپیگل تاکید میکنه که احتمالا کاسه زیر نیم کاسه است این یک دو وقتی نگاه میکنیم به درگیری های موجود در منطقه متوجه میشیم سودی برای جمهوری اسلامی این عملیات نداره ولی برای کرملین خیلی سودآور بوده اول توجه جهان رو محتوف کرد به مثال خاور میانه جنگ اوکراین واقعا کم رنگ شد واقعا کم رنگ شد و مضاف بر اینکه کشورهای غربی ناچار شدن بخشی از نیروهای خودشون رو متوجه دفاع از به اصطلاح های تجاری بکنن در دریای سرخ و بیشترین توجهشون همین معطوف به مسائل غزه و خابر میانه بود نقش روسها تو این معادله امنیتی چقدر تا تا حد هست به نظر شما عرض کنم که یا آقای به اسم سیج بوده در چند سال قبل از بلوای 57 که در چکستوباکی بوده تصور میکنم و این پرنده میشه به امریکا ها و امریکا ها اونو میگیرن میرنش ایران و میشه مهمان ساواک خب. و سیج معتقده که شوروی به دنبال ایجاد یک جمهوری در ایران هست منبع این حرف هم کجاست صحبت های جناب فرویز ثابتیه در کتاب در دامگاه حادثه که گفته بوی است از با بایشون ایشون راجب این مسئله صحبت که ام. و چند سال بعد هم میبینیم که نیروهای تروریست اسلامی مثل نهزت آزادی مجاهدین خلق مصدقیون و غیره میان در کمپ های یاسر عرفات دوره میبینن که همه بلا استثنا وابسته به روس بودن و روس عامل میشه که یاسر عرفات تروریست های کمونیست ایرانی رو متصل بکنه به کوبا چون حضرات شرکت کننده در بلوای 57 به دنبال آزادی و دموکراسی در ایران که نبودن که دنبال آلبانی و انور و لیبی و اینا بودن عراق و غیره و بعد سال 57 ایران عملا در یک بشقا قرار گرفت و در اختیار کرملین گذاشته شد آنقدر نفوذ کرملین و در شرایط فعلی اداره امنیت روسیه که اسمش SVR هست کاگه قدیم در بین نظامی ها و نهادهای اطلاعاتی امنیتی ایران نفوذ داره م. که میشه گفت جمهوری اسلامی مقاماتش بیشتر روسوفیل هستند قبلانها میگفتن انگلوفیل یا مثلا چیزهای دیگه ولی واقعا الان ما با یک حکومت روسوفیل سر و کار داریم و آیا روسیه اجازه دموکراسی در ایران خواهد داد آیا قدرت مردم ایران در جنبش های عمومیشون به اون اندازه هست که خودشون سرنوشت خودشون رو تعیین بکنن آیا فروپاشی خلافت اسلامی و ولایت فقیه در ایران موجب ایجاد دموکراسی در ایران میشه یا ایران تا مدت های مدید گریبانگیر جنگ ناامنی جنگ داخلی اسیان و گروه های تروریستی زمینی خواهد زیر زمینی خواهد شد و غیره که بسش جداست ولی من فکر میکنم روسیه از اینکه نوکران خودش به اصطلاح بخوان یک نوع پوشش حمایتی برای روسیه ایجاد بکنن قطعا باید خورسند به نظر برسن خیلی خوش و, و ملاب اهمیتی برای مساله و منافع ملی ایران قائل نیست و قبلگاهشون هم مسکو هست و به سمت کرملین نماز میخونن و از نظر شخصیم ملای شیعه اسناشری و پوتین کمونیست ک.گ.ب.هی در روی یه سکه هستن هیچ تفاوتی با هم ندارن وقتی بعضی وقتا بعضی سیاست های جمهوری اسلامی اتخاذ میکنه که اون خوب که بررسی میکنید متوجه میشید که نرخ قدرت پوتین خیلی بیشتر از علی خامنه است یعنی عملا قدرت او در ایران بیشتر از رهبران جمهوری اسلامی است فرمان او رو بیشتر خریدارن حالا میتونه در دستگاه نظامی باشه میتونه امنیتی باشه نمیدونم ولی الان اون چی که در خبر بیان جریان داره قطعا و حتما به سود پوتینه تا اینکه نمیدونم آمریکایی ها یا احتمالا اروپایی ها ناتو روی هم رفته بتونه به توافق تا تو با روسیه برسونه تا زمانی که مناسباتشون با روسیه از این قراره ما متاسفانه با این تنشها باید خوب کنیم یعنی باید تحمل بکنیم و خواهد بود مگر اینکه اینا به یه توافق جهانی برسن امتیازی بدن امتیازی بگیرن با آقای عرفان قانیفر از هستیم از بازار آگهی عبور میکنیم و برمیگردیم و گفتگومون رو پی میگیریم حسب تروریست ها و مستشاران سپاه قدس در خواهر میانه و همچنان و بیوقت به ادامه پیدا کرده آخرین حمله بود به محل اجتماع مستشاران رژیم اسلامی در دمشق جالب هم این مقر این مستشاران فوق سریه یعنی مستشاران در یک جا به اصطلاح در یک جا مستقر نمیشن جاشون رو دائما عوض میکنن به ویژه حالا که سطح هشدارهای امنیتی خیلی بالاست به خاطر حملات مداوم اسرائیل فکر کنید نیروهای اسرائیلی موفق شدن بدون درد سر بدون برخود با مانعی برن دقیقا این مقرهای به اصطلاح فوق سری رو در هم بکنن مستشاران جمهوری اسلامی رو بکشن آقای این نشون میده که اسرائیلی ها در درون خود تشکیلات جمهوری اسلامی نفوذ کرد چون معمول که صحبت میکردم میگم ببین اینا نیروی نیابتی نیستن اینا نیروی اجاره ای پول بهشون میدن حالا یه کسی پیدا بشه بیشتر به بی اینا پول بده خب اینا با اون کار میکنن چرا در ب... آره بفهمید عرض کنم که نیروی نیابتی یا پروکسی یعنی نیرویی که به جای کسی دیگه در عرصه نبرد میاد بازی میکنه حزب الله حماس جهاد اسلامی حوسی ها هشت شعبی و غیره زینبیون فاطمیون اینا گروه های وابسته به جمهوری اسلامی هستن یعنی نظام جمهوری اسلامی منبع مالی از یک طرف و از یک طرف منبع لوجستیکی اطلاعاتی و از یک طرف دیگه منبع ایدئولوژی عقیدتی هست براشون هم سنشیه فرقی نمی کنه. فقط اینا در راستای بلند پروازی جمهوری اسلامی برای تأسیس حلال شیعی و امپراتوری شیعه دارن فعالیت میکنن این کل داست حالا این گروه های نیابتی هر کدومشون در حوزه عراق در حوزه یمن در حوزه سوریه لبنان و غیره چند هدف دارن ترویج امریکا ستیزی و ترویج اسرائیل ستیزی و در این حال آتش جنگ فرقی رو برافروخته تر کردن و عملا یک نوع آنارشیسم رو در این کشورها پیاده کردن شما چهار پایتخت رو میبینید که این چهار پایتخت عملا محل تاخت و تازه سپاه پاسداران سپاه قدس و این گروه های نیابتی است یکیش یمنی، یکیش در سوریه است یکیش در لبنان و دیگری در عراق گروه های مسیحی گروه های یهودی گروه های دیگه در مارونی ها در لبنان عملا فلج شدن از دست فعالیت حزب الله و به یک مافیا تبدیل شده و یک گروهک یا گروه فراملیتی تروریستی حتی در امریکای لاتین در آلمان در انگلستان در فرانسه و غیره این فعالیت های اقتصادی انجام میدن مافیای اقتصادی دارن و در این حال چندین رسانه دارن پس بنابراین وقتی میگیم جنگ نیابتی یعنی که مثلا رئیس سپاه قدس که قبلا یه تروریست اعظمی بود به اسم قاسم سلیمانی و الان در جانشین ایشون یه تروریست دیگه است به اسم قانی و فقط در ادبیات جمهوری اسلامی به اینها میگن جنرال ولی در عالم واقعی اینا تروریست های خطرناکی بودن و هستن کارشون توسعه تروریسم در این مناطقی بوده که من الان عرض کردم و بنابراین اسرائیل از نهادهای اطلاعاتی امنیتی کمک میگیره برای نفوذ در لایه های این گروه های نیابتی هم هم و چون فاسد هستن با پول خریداری میشن ام. و در نتیجه مثلا اه، میتونن اه، به راحتی و با موفقیت مثلا هدف مورد نظرشون رو نابود بکنن این جز نفوذ در لایه های امنیتی چیز دیگه رو نمیشه براش بکار برد. خب با توجه ای که اینا موفق شدن عملیات گسترده ای رو در خاک ایران انجام بدن در بیرون از ایران در عراق انجام بدن در در سوریه انجام بدن سوریه همین تو این 24 ساعت اخیر بکنید حملاتی که پشت سر اسرائیل ها کردن و جمهوری اسلامی هیچ عکس العملی نشون نمیده هیچ عکس و خب این نشون میده که موفق شدن که در در پیچیده ترین دستگاه ها و نهادهای حکومت جمهوری اسلامی نفوذ میکنه یعنی آدم دارن هم اینجا وقتی شما میتونید به سادگی اماکن فوق سری گروه های مستشاری توی کشور دیگر رو در دمشق مثلا که خودش داده دا چندین لایه امنیتی داره برای اینکه فقط وارد این پایتخت بشید با این وضعیتی که داره این رو چی جوری خب هر حال قدیمی ترین نهاد جاسوسی جهان بعد از آی 6 انگلستان موساده و قدیمی بله و موساد بر حال استخبارات, استخبارات برخی کشورهای عربی هم به صورت روزانه فعالیت دارن با موساد همکاری دارن با موساد موساد به صورت روزانه همکاری داره با سی ای و این نهادهای اطلاعاتی امنیتی اطلاعات لازم رو بین هم رد و بدل میکنن چرا چون با هم همپیمانن، پیمانن با هم کار م... همکاری میکنن و جمهوری اسلامی مثلا چه نهاد امنیتی باش همکاری میکنه فوقش مثلا در حد یه دوتا گزارش روسیه بهش بده یا کره شمالی یا مثلا استخبارات بشار اسد و خیلی قدرت نفوذ باز. باز, نیست در برابر تکنولوژی مدرن جهان و الان هوش مصنوعی عاملی است در اختیار نهادهای اطلاعاتی جهان و برحال من تصور ذهنی مینه که دست جمهوری اسلامی برای اسرائیل رو هست اسرائیل شناخت بهتر و امیختری از جمهوری اسلامی داره نسبت به امریکا ام. چون بقاع اسرائیل در کنترل کردن ملاست و ایچه وسا نابود کردن ملا ولی جمهوری اسلامی دنبال یک ایدئولوژی بیات زده بیات شده و کهنه و پوسیده است و اون هم خودش رو مقایسه میکنه با 1400 سال پیش و این تفکر شوم و بیات شده هیچ خریداری در داخل مردم ایران هم نداره و بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی به نظرم میشه جمهوری اسلامی حالا سرتاسر سر عیب سر هست ولی یک حسن جمهوری اسلامی در تاریخ باقی خواهد موند و اون هم اینه که رخساره شوم استبداد دینی رو به صورت لخت به مردم نشون داد این به نظرم تنها چیز مثبتی از این 45 سال شومی و میمنتی که مهنتی که بر سر مردم ایران حوار شد و این خیلی نکته جالبی است در تاریخ ایران مردم به این تولد دوباره به این پوست اندازی واقعا نیاز داشتن ده. که پوست کهنه رو بندازن کنار و به سمت جهان مدرن حرکت بکنیم و بودید بیاد شده چپک زده بستی ببخشید دیگه بزنجده. من سنندجی هم تو مغزم ترجمه میکنم <تصفح> از بیاد گذاشت <بزنجده. تصفح> <تصفح> <تصفح> قدیمی ترین موساد بله کج... از جان از هم قدیمی تره بله بله موساد خیلی قدیمیه قدیمی تر از اون بله بله موساد خیلی قدیمیه خب پس تاریخشه بگید تاریخچه موساد رو اه من اه به حافظه بخوام اشاره بکنم از یه طرف یه طرف دیگه هم میشه تحقیق کرد درباره موساد ولی موساد یکی از به صلاح نهات های امنیتی اسرائیل که سال اصلیش که درست شده ولی حدس هم درست بود 75 سال من گفتم 75 ساله ولی 74 سال است خوب. 75 ساله که فعالیت داره و در دورانی که جنگ جهانی دوم به اتمام رسیده بود از قدیمی از کی جی نه نگفتم قدیمی گفتم, قدیم. گفتم یکی از قدیمی ترین های من سالش اشتباه گفتم ام. گفتم 75 ولی 74 بود و بعد در جنگ جهانی اون وقت بعد از جنگ جهانی دوم عملا اون نهادهای اطلاعاتی انگلستان و روسیه خب فعال بود نهاد اطلاعاتی ام. آلمان فعال بود ام. ولی مال موساد میشه گفت بعد از جنگ جهانی دوم تشکیل شد و پرنفوسترین نهاد اطلاعاتی است در بی اقراق میشه گفت در کل میانه. از اون طرف میت ترکیه هم هست از اون طرف اونا بله میت ترکیه خب میت ترکیه با جمهوری اسلامی همکاری داره و جمهوری اسلامی هم که خب با اسرائیل هم همکاری داره میراث ساواک دست نخورده در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفت این جمله است که زنده یاد ارتش بود جمع در گفتگوش با بنده گفت و یک کاغذ از ساواک خارج نشده کلش در اختیار جمهوری اسلامی موند میراسش و حتی چند نفر از افراد ساواک اداره خارجی مثل فراز، فرازیان کاوه و غیره که من با فرازیان گفتگو کردم با کاوه خیر ولی آقای علوی کیا در همین کالیفرنیا دیگو به من گفتن که اینها یعنی فرازیان و کاوه به ایران رفته بودن با اما نامه بازرگان آه. که شیوه راه اندازیش رو به اونها یاد بدن و دوباره برگشتن امریکا یاد دادن اونها لابد اون شیوهی که اونها بوده و اینا, اینا. ولی بعدا که من با آقای جنرال فرازیان صحبت میکردم خیلی چیز نگفت میگفت ما برای ایران انجام دادیم و از این حرفا ولی اداره خارجی حساب اداره خارجی اداره سوم که آقای پرویز ثابتی بود که کلا همه اومدن بیرون منحل ما منحل شد ولی اداره خارجی چه تعداد کشتن اعدام کرده از ساواک اون چیزی که من متوجه شدم بالای 350 نفر 350 بر. نفر بالای 350 بالای 350 نفر عجب. و نزدیک 1000 1500 نفری هم خارج از ایران اومدن ما بقیشون هم در داخل کشور موندن و واقعا چقدر عضو داشته سوا واقعیت ها اینی که میگن واقعی میگن حدود 3500 تا کارمند داشته 3, اینا کارشناس بودن متخصص, متخصص بودن متخصص های بودن. عجیب غریب خب یکی از نابغه هاش آقای پروی ثابتی بوده واقعا ولی آدم های عجیب غریبی من در طی تحقیقاتم داخلشون گفته بود کردم مثلا با آقای جمشید امانی گفته بود کردم که ایشون معامل پاک روان بود زندگی زنده جنرال پاک روان با آقای فرازیان گفتگو او کردم با آقای آلی کارشناس بودن تو کار خودشون بله بله این کاره بودن این کاره بود مثلا رئیس اداره هشتم جناب سرتیپ هاشمی بود در لندن که من با ایشون گفته بود کردم خب سرتیپ هاشمی مول اداره خارجی بود ام. رئیس اداره خارجی بود ولی خب مثلا در فروش اسلحه اسرائیل به ایران هم تو پرونده اسمش بود خب یعنی مثلا همکاری کرده بود اومدن خارج از کشوری یه همکاریایی با برخی نهادهای جاسوسی دیگه داشتن داشته. بله این ولی دیگه یه موضوع تحقیقیه که اون موقع من خب جوانتر بودم علاقه من بودم ولی الان دیگه فکر کنم نسل بعد از من که بخوان بیان تحقیق بکنن شاید اون مصاحبه ها به دردشون بخوره در جایی ارتباط ساواک با موساد ارتباط از روزی د... که تأسیس شده این ارتباط بوده باشد. بوده. بله بله از روز از روز دوره دیدن خیلی عاشق دوره دیدن اونجوری که آقای علوی می میگفت یا اونجوری که آقای هاشمی میگفت اونجوری که آقای علی میگفت خیلیشون به اسرائیل میرفتن می و دوره بوده یا مثلا همکاری هایی بوده دوره برای... چقدر بوده نمیدونم اطلاع خاصی ندارم ولی مثلا تو گفتگوها که با من شد برخیشون معتقد بودن که یک سری همکاری های مشترک هم با هم داشتن در یک زمینه هایی با امریکایی ها حتی همکاری های سگانه داشتن مثلا در قیام مسلحانه عراق که ساواک درست کرد اسم طرح پیروز خوب. از سال 1970 موساد اومد در عراق و مد کمک میکرد به این حزب بارزانی مثلا م. علیه صدام حسین به حدود 4 5 سال و حتی موساد اومد در داخل اون حزب مرکز اطلاعاتی درست کرد اینا بوده عملیات مشترک بین ساواک و اسرائیل و CIA در منطقه خاورمیانه بوده که حالا بسش یه, یه روز دیگه میریم باله منبر در بارا شرف بزنیم آره حتما به نظر بخش جذابه فصل جالبیه خیلی بخش درست تقریبا چیز زیادی ما نمیدونیم از خب بزن. اون افراد خیلی دوست ندارن تمایل ندارن جلد آخر جلد سه خاطرات علم هر کدوم از بینند شنونده ها این کتاب ها اگه دارن آخر جلد سه اوائل جلد چهارم حافظم که درست بگیه اونجا علم نوشته که شای فقید گفته ای کاش میشد خیلی از این موارد همکاری اسرائیل سیایه و موساد رو و گفت گفت و شای فقید تحفظ داشته ممار... چیز داشته حالت ب... آه. آه. هزی... هزیتیت به بف... چی میشه؟ یه لغت هزیتیت هم شاه فقید نخواسته تحفظ داشته که بخواد این کار رو بکنه عبا داشته از اینکه این کار رو انجام بده و نگفته ولی خیلی جالبه که اواخر جلد سه اوائل جلد چهار در خاطرات علم من فقط اونجا دیدم در هیچ جای دیگه ندیدم اه. که شاه فقید چقدر تسلط داشته ولی تمایل هم نداشته به جامعه بگه. بگه. ولی گفته ای کاش میشد گفت ببینید که با شما صحبت کرد تو دستگاه امنیتی بودن آیا اینا متعهد بودن که چیزی نگن یعنی حتی بعضی که بازنشسته شدن خیلی آشون خیلی آشون یعنی, یعنی از... که خود بل از... خب پس چند درصد به شما واقعیت رو میگفتن خیلی اونایی محب... که باشون رفیق بودم و گفتگو میکردم و اینا خب گفتگوها خیلی هاش اومد بیرون دیگه مثلا در کتاب در دامگاه حادثه جناب خب چقدر ها... میشه اعتماد کرد آخه به این گفتگو خب بخاطر اینکه اینا وطن پرستیشون اندازه یک تارمو تردیدی نیست آدمایی عاشق ایران آدمایی عاشق شاه فقید م. و آدمایی که به آب خاک ایران وفادارن تا لحظه مرگشون خب و خب اینا دوست داشتن یک چیزایی رو بگن که گفتن یه چیزایی رو یه چیزایی یه چیزایی رو. رو هم خب نمیخوان بگن نمیخوان نه نمیخوان, 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 نمیخوان بگن یا که نگن به نظر شخصی و نظر شغلی احساس میکنن اون چیزا رو مثلا نباید گفت و نمیگن مثلا من با آقای جمشید امانی صحبت میکردم اون چیزایی که مربوط به زندگیات پاک روان بود فورا میگفت و خاموش کنید من نمی... بله. یا مثلا من با یکی از این مقامات ساوا گفتگو میکردم یهو گفت, می گفت جلو خانمم میشه این حرفا رو نگی <تصفح> مثلاً هشتاد و خورده سالش بود خانم رو سر سالش بود <تصفح> <تصفح> جلو خانمم میشه یعنی موضوع مخفی بوده <تصفح> تو لندن بعدا تو رستوران برای من تعریف کرد مثلا تو اون عملیات مثلا لابد نمیدونم خانمش نباید میدونست و این جالبه ولی خب این تحقیق من مربوط به 15 سال مم. پیش میشه ولی اون موقع خیلی علاقه داشتم که اینو خب. و خوشبختانه خیلی که زنده بودن رو دیدم و باش خب جمهوری اسلام میدونیم که از پرستو خیلی هست میخوام اینم در دوره ساواک چی من جواب این سوال شما رو نمیدیم بریم سر سوال بعدی خیلی ممنون برای بوده اطلاع ندارم نپرسیدی شما نه خیلی بنده چرا؟ روم نشد بریم سر سوال بر بگرده برای میگیریم امیانان عزیز و عرجمنده با آقای ارفان خانه ایفرد هستیم کارشناس مطالعات امنیتی شمار دانشونی یعنی که علاقمند باشن تو این رشته درس قران بیشتر شده میشه که بله توی دانشکده علوم سیاسی وقتی دانشجو تشریف میارن دوره فوق لیسانس یا باید علوم سیاسی بخونن یا روابط بین الملل بخونن یا بیان سکیوریتی استادیست که سکیوریتی استادیست تو هر دانشگاهی نیست آه. تو معدود دانشگاه هایی هست بذات که بهترینش میار... کجاست بهترینش در ایالت کالیفرنیا سان برناردینو هست آه. و برای برخی کلاس ها میتونن یو سی تشریف بیارن سی سان تشریف بیارن ولی بعد از اینکه در سان برناردینو فوق لیسانسشون رو گرفتن برای دوره دکتری میتونن در واشنگتن در مثلا جورج میسن یونیورسیتی بایو دفنس بخونن یا در برخی دانشگاه های دیگه ولی سیکیوردی استادیز رو من تا حالا دو دانشجوی ایرانی داشتم اونم خانم بودن که الان هر دوتاشون در اف بی یکیشون آریزوناست یکی دیگهشون در فلوریدا که هم کار میکنن هر دوتاشون هم خیلی 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 آدم های باهوش جاله و بسیار حرفی ای بله اون خ... ببین آیا در این در این کلاس ها مثلا کارشناسان سی آی, ای یا اف ای, آی, ای رو اصلا تدریس میکنن یا نه بله مثلا در دانشگاه جورج میسن اصلا رئیس مثلا هیدن سنتر خود جنرال هیدن خود جنرال هیدن رئیس قبلی سی یا مثلا در برخی دانشگاه ها برخی درس ها رو خود مامور سابق سی آی مثلا تدریس میکنه به این خاطر که اون دانشجو متوجه بشه که از نظر تئوری بحث چطوری هست از نظر نظری بحث چطوری هست ماهایی که از ایران اومدیم اینجا درس خوندیم و تحصیل کردیم مثلا من برای دور فوق رفتم لندن و در لندن من اونجا اینترنشنال سکیوریتی استادیز یعنی مطالعات امنیت جهان رو اونجا چیز کردم ولی در مثلا یه کرسی من داشتم این کورس درباره حزب الله بود مجبور شدم بیام در یو سی ال ای یه پروفسوری بود اسم سیلر اون موقع مثلا سال 2009 اینا و من اینو با اون پروفسور گذراندم صرفا راجع به حزب الله واسه همین سکیوریتی استادیز یه درس بسیار شیرین نیست و واقعا شیرینه شب و روز مطالعه لازم داره ولی واقعا شیرینه از نظر من بسیار شیرینه وقتی که معلم شدید اگه بلد باشید سر کلاس چه حرفایی رو بزنید و چطوری شروع کنید و چطوری ختم می‌کنید به نظرم شنونده دوست داره و جذب میشه و ولی خب مطالعه شب و روز واقعا تو رشته لازمه با توجه این خانم کندالیزا رئیس خب تخصص چه تا جمال شوروی میخوام بیرون رو کی بیو بی و اینا هم من افتخار اینی که تو کلاس خانم رئیس باشه دو بار این اتفاق رخ داده م. که یه بار 2012 اینا بعد باشه که خب ایشون استاد استنفورد هست برخی کلاس ها افرادی که ریسرچر باشن محقق باشن میتونن برن تو این کلاس ها شرکت بکنن حتی من یادمه در کتاب خاطرات جلال طالبانی که من می نوشتم مجبور بودم در دو مورد از ایشون سوال بکنم چرا چون جلال طالبانی از ایشون یاد کرده بود منم هیچ منبعی پیدا نمی کردم که آیا این مثلا درسته غلطه اگه درسته چیه داستان اگه غلطه چرا غلطه خب زنگ زدم دفترشون و اینا وقت گرفتم و تلفنی ایشون در چین بود جواب سوال من رو داد این خانم و چون خودش پروفسور این رشته است خیلی احترام قائله برای کسایی که ریسرچ میکنند در مطالعات امنیت ولی سر کلاسش فوق است و یکی از یکی از ترین شخصیت است که شاید در طی دوران حرفه ایم تونستم ببینمش و بشنوم یه امروز که من سخنرانی آقای عبداللهیان به زبان انگلیسی رو گوش کرد و <تصحیح> که <تصحیح> اصلا <تصحیح> امنیت <تصحیح> جمهوری اسلامی داره بنده برادر زاده یه چیزی دادن سیایه بهش داده که به شارخونش بود قند خونش پایین اومده بوده برای همین دهنش نمی بنده یه برادر زاده دارم یه حدود 9 10 سالشه باور بفرمایید ایشون وقتی انگلیسی حرف میزنه من با 21 سال زندگی در امریکا حریف اون نمیشم بله خب جمهوری اسلامی دیگه از این نوابق داره دیگه کارش تشکر می کنم خیشنم. آقای ارفان قادری فرد عزیز سپاس از حضور شما آینده ایران و آرزوی موفقیت برای همه ایرانیان عزیز که صدای ما رو شنید ممنون از